نام خداوند بزرگ. قسمت دوم بحث نشایسته است. اول انواع نشایسته سنتی که در فارمسی استفاده میشه، ما سه نوع نشایسته در فارمسی داریم که استفاده میشه: استارچ، پری جی لاتینایزد که یک نشایسته عادی و طبیعی است که نظر فارماکولوژی فعالیت مشخص نداره، نظر فارماسوتیکی بر علاوه که باعث سواق در تایی تابلت ها استفاده میشته مورد استفاده دیگه هم داره. دومی سودیم استارچ گلیکولات است که یک نمک سودیمی کاربوکسی میتیلیتر نشایسته است که این نشایسته دارای قدرت چسبندگی زیاد است، به مخاطر در تایی تابلت سازی استفاده میشه. سومش هیتا استارچ است، با تاثیر مشتق هیدروکسیتایل نشایسته است که از نشایسته خونسا به دست میاد و این نشایسته بیشتر در تداوی خوندیزی ها و برای بلند بردن حجم پلازمای خون استفاده میشه. استفاده در تایی تابلت سازی مشخص نیست و بیشتر در تداوی خوندیزی ها و اشکال ایزوتونیک استفاده. گیاهان خانواده گرامینه که آوی نشایسته هستند گندم است، جواری، برنج. گندم که یک نبات علفی یک سال است، قدش تا 100 سانتی متر میرسه و دارای برگای خطی هست، گلایش سپیکوم یا خوش است، میوه شباط است، کریوبس است و میوه از نشایسته نیست. ترکیب کیمیاوی دانه گندم نشایسته به مقدار وافر داره بین 60 تا 62 فیصد و اما این نشایسته نظر به ورایتی ها و نژاد های گندم فرق میکنه، متفاوت است. همچنان دکسترین، سکروز، پکتین ها، اینوزیتول، هگزا فسفات کلسیم، هگزا فسفات مگنیزیم و ویتامین هی هم از ترکیبات مهم است. مشخصات میکروسکوپیک ذرات نشایسته گندم: خود نشایسته گندم پودر سفید رنگ نرم بدون بوز، مخلوط ذرات خرد و بزرگ داره. ذرات بزرگ داره قطر متوسط 30 مایکرون، ذرات کوچک و قطر 2 تا 8 مایکرون. شکل ذرات مدور یا چنزولی است، نافش غیر مشهود است. در محیط خود ذرات نشایسته کفیدگی ها میشه. جواری نبات است که نبات یک ساله است، یک نبات مونوییک است و خود تخم ازی نظر به ورایتی هاش رنگ های مختلف داره، رنگ سفید، زرد و بعضی اوقات سیارنگ. تخم از نشایسته بسیار زیاد غنی است. در ترکیبی که میوی نشایسته جواری یا زیامعی است بیشتر از 70 فیصد نشایسته موجود است. همچنان کاروتنید ها بسیار زیاد وجود داره، ویتامین های B1، B2، B5، B6، همچنان مقدار 5 فیصد تیل شمی داره، 7 فیصد پنتوزان ها را داره، فلاونید ها را و فایتوسترین ها داره که به این حساب نسبت به دیگر غلجات بهتره. مشخصات میکروسکوپی که ذرات نشایسته کچالو: ذرات منفرد دارای ساختمان چنزولی، جسامت حدود 40 مایکرون است، نافش بسیار متبارد به شکل علامه اکس، علامه بنز، عدد 7 و 8 است. نبات سیوم برنج یا اوریز ساتیوا است، نبات علفی یک سال است که اکثرا در ماه جوزا کشت میشه و در اوایل یا وسط خزان بهره برداری میشه و نبات است که میشه در آب زندگی. افصاف میکروسکوپی که ذرات نشایسته برنج دو نوع ذرات داره، یکی ذرات ساده دیگه ذرات مرکب. ذرات مرکبش از 10 تا 200 ذره ساده و بیضوی شکل مدور تشکیل شده. ذرات ساده به قطر 5 مایکرون است، نافه داره اما نقطه‌ای، مگر بسیار کم قابل دید است. شمایی که قوی باشه بهتر بوده. کچالو یا سولانم توبیرزون مربوط به خانواده سولاناسی یا نبات علفی یک سال است و قسمت مهمی از ایره توبیر یا قسمت زیرزمینیش تشکیل میده که در قد از دارای ارزش غذایی هست، خصوصا بسیار غنی است. اوصاف میکروسکوپیک ذرات نشایسته کچالو: ذرات منفرد داره که از هم جداست، جسامت ذرات متفاوت است، از 10 تا 110 مایکرون است اما به صورت اوسط 75 مایکرون قطر دارد. ذرات هموار و بیضوی شکل با یک انجامش اندکی باریک‌تر شده
نافش خارج از مرکز است، یعنی اکسانتریک است و در قسمت خود ذره باریک میشه. خطوط بیضوی شکل برای ذرات دیدم. سه وصف مایکروسکوپی که ذرات نشایسته که یکیش اندازه جسامت دانه هاست، که ذرات نشایسته به اساس جسامت دانه هاست هم دیگر یکی از دیگر فرق میشن، همچنان مجتمع بودن یا منفرد بودن شاره که هم یکی از کرکترهای مهمی در تشخیص نشایسته از استفاده میشه و نشایسته یک نباد نباد دیگر با این اساس فرق میشه و دیگر موجودت نافه یا هیل است که در قد بعضی ها بسیار بعضی هسته هست، مثل در نشایستی جواری و در نشایستی کچالو و در بعضی ها مثل نشایستی گندم وصفی دیده نمیشه.